20 جولای 1969، این تیم 3 نفره در قالب مأموریت آپولو 11 که یکی از مأموریت‌های پروژه آپولو بود روی سطح ماه فرود اومدن. البته که دو فضانورد به نام‌های نیل آرمسترانگ و باز آلدرین به سطح ماه رفتن و فضانورد سوم مایکل کولینز تو مدار ماه باقی موند. این فضاپیما از مرکز فضایی کندی واقع تو جزیره مریت در فلوریدا تو 16 جولای 1969 به سمت کره ماه پرتاب شد. پنجمین مأموریت حامل انسان آپولو بود و اولین برنامه فرود انسان روی سطح کره ماه. خب این داستانیه که راجع به سفر به ماه و پروژه آپولو 11 توی همه جا به طور رسمی بیان شده و ازش به عنوان بزرگترین قدم بشریت توی قرن اخیر یاد میشه. اگه شما هم جز اون دسته افرادی هستید که باور ندارن انسان پا به کره ماه گذاشته، احتمالاً فکر میکنید که تو تاریخ 16 جولای 1969 گروهی از سیاستمدارای صاحب قدرت و کارگردانای مشهوری مثل استنلی کوبریک و یا مثلا پیتر هایمز تصمیم گرفتن به صورت پنهانی در یه منطقه کاملا محافظت شده مثل منطقه 51 تو دل صحرای نوادا سناریوی فریبکارانه ای رو پیش ببرن. به نظرتون تمام صحنه‌های فیلمبرداری شده از سفر انسان به سطح ماه در جریان برنامه‌های آپولو 11، 12، 14، 15 و 16 و 17 بین سال‌های 1969 تا 1972 ساختگی و در یه استدیوی سینمایی پیشرفته بوده و قرار بر اینه که تا ابد کسی از این راز باخبر نشه؟ و اینطور به نظرتون میاد که این سه فضانورد، یا بهتره بگیم این سه بازیگر، دقیقاً قبل از پرتاب به فضا از طریق یه راه مخفی از فضاپیما خارج شدن و فضاپیمای خالی به فضا رفت و در نهایت به مدار زمین رسیده و منتظر زمان برنامه‌ریزی شده برای برگشت فضانوردا به زمین میمونه که مثلا با سه فضانورد از مأموریت کاوش روی ماه به زمین برگرده؟ و اینطور فکر میکنید که همه 400 هزار نفری که طی 10 سال تو پروژه آپولو شرکت داشتن به صورت ارادی یا غیر ارادی به دلیل فشار و تهدیدهای جانی تصمیم گرفتن که این راز رو با خودشون به گور ببرن؟ طبق آمار حدوداً 20% از مردم آمریکا هنوز شک دارن که انسان واقعاً به ماه رفته باشه. برگردیم به قبل سال 1969. دقیقاً تو کوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بین سالهای 1947 تا 1991. حالا رقابت فضایی هم به ابزاری برای نشون دادن قدرت علم و تکنولوژیشون به هم دیگه تبدیل شده بود و دقیقاً تبدیل به یه نبرد ایدئولوژیک شد. کی پیروز میشه؟ کمونیسم یا سرمایه‌داری؟ توی رقابت فضایی معمولاً شوروی پیشتاز بود. شوروی اولین ماهواره جهان به نام اسپوتینگ 1 رو تو سال 1957 به فضا پرتاب کرده بود. دوتا سگ به نام بلکا و استرلکا رو تو سال 1960 به فضا پرتاب کرده بود و سالم به زمین برگردونده بود. یوری گاگارین رو به عنوان اولین انسان با فضاپیمای وستوک 1 تو 12 آپریل 1961 به فضا پرتاب کرد و در مدار زمین قرار داد و والنتیا تروشکووا اولین زن فضانورد رو هم روس‌ها به فضا فرستادن. این پیشتازی‌های رقیب آمریکا رو شدیداً تحت فشار قرار داده بود. Constitution of the United States. So help you God. So help me God. تو سال 1960 جان اف کندی به عنوان ریاست جمهوری آمریکا روی کار اومد و از همون ابتدا علاقه خودش رو به پیشبرد برنامه‌های فضایی آمریکا و سبقت گرفتن از شوروی نشون داد. I therefore ask the Congress above and beyond the increases I have earlier requested for space activities to provide the funds which are needed to meet the following national goals. کندی باعث شد که تو ناسا پروژه‌ای به نام آپولو استارت بخوره که هدف اصلیش فرود انسان روی ماه. اون توی سخنرانی تو سال 1962 تو دانشگاه رایس این وعده رو داد که آمریکا تا پایان دهه 1960 انسان رو روی ماه فرود میاره و به سلامت به زمین برمیگردونه. ناسا برای عملی کردن این وعده کندی که خیلی هم چالش برانگیز بود تلاش بسیار زیادی انجام داد و سالهای زیادی رو صرف تحقیق و آزمایش کرد تا بتونن به سرعت یه انسان رو قبل از تاریخ موعود به سطح ماه برسونن. البته که خود کندی هم نتیجه این تلاش رو ندید و قبل از دیدن موفقیت‌های پروژه آپولو تو 22 نوامبر سال 1963 تو دالاس تگزاس توی اتومبیل ریاست جمهوری ترور شد. همه چیز توی پروژه های آپولو داشت خوب پیش می رفت که ناگهان Hey,
حادثه آپولو 1 تو سال 1967 یه شکست بزرگ برای ناسا و رویای آمریکایی‌ها شد. اتصالی تو سیستم سیمکشی فضاپیما و اشتعال گاز و اکسیژن تو محفظه فضانوردها باعث شد سه فضانورد آپولو 1، گاس گریسوم، ادوارد هیگینز وایت و روجر بیچافی در آتش بسوزن. اما این مسابقه فضایی فراتر از اون بود که با یه حادثه متوقف بشه. یکی از ابهاماتی هم که برای سفر آپولو 11 پیش میاد دقیقاً همین موضوع که آمریکا هر جوری شده می‌خواسته جلوی یکتازیا و پیشروی‌های شوروی رو تو عرصه فضایی بگیره. تو 16 جولای سال 1969 آپولو 11 اولین مأموریت حامل سرنشین با هدف فرود روی سطح ماه به فضا پرتاب شد و شماره شروع شد. 5 4 3 2 صدها میلیون نفر تو سراسر جهان به گیرنده های خودشون خیره شدن، چون ممکن بود بزرگترین دستاورد بشر توی قرن اخیر اتفاق بیفته. و تو 20 جولای سال 1969 دو فضانورد به سطح ما رسیدن. بزرگترین آرزوی بشر حقیقت پیدا کرده بود. و دیگه رفتن به ماه تخیلی مربوط به داستان‌های ژول ورن نبود و فضانوردا بعد از 2 ساعت پیاده روی روی سطح ماه تو تاریخ 24 جولای سال 1969 به زمین برگشتن. اما بلافاصله با وجود اینکه این سفر به صورت زنده پخش تلویزیونی میشد، زمزمه‌هایی از تردید راجع به این سفر به گوش رسید. توی روزنامه‌ها تیترهایی رو میشد دید که راجع به واقعی بودن این سفر شک و تردید ایجاد می‌کرد. ما توی این ویدیو قصد نداریم که پروژه آپولو و سفر به ماه رو رد یا تایید کنیم. فقط می‌خوایم با یه دید بی‌طرفانه ابهاماتی رو که راجع به سفر به ماه مطرح شده رو بیان کنیم و پاسخ‌هایی هم که به این ابهامات داده شده رو با هم ببینیم، که البته این ابهامات هم کم نیستن. اولین کتابی که راجع به تئوری‌های نقض کننده سفر انسان به ماه منتشر شد این کتاب بود، ما هرگز به ماه نرفتیم، نوشته بیل کیسینگ، تاریخ انتشار سال 1976. کتاب کیسینگ ادعای زیادی رو در زمینه ساختگی بودن سفر انسان به ماه مطرح کرده. این کتاب میگه که احتمال فرود موفق ما روی ماه 17 درصد بوده و با توجه به نظارت شدید اتحاد جماهیر شوروی، فرود ساختگی روی ماه نسبت به فرود واقعی به مراتب کار راحت تری بوده. و یه جای دیگه ای از کتاب اشاره میکنه که تو کوران جنگ سرد بوده و بعید نیست که آمریکا یه کمپین فریبکارانه رو ترتیب داده باشه برای شکست کمونیسم. بعد از بیل کیسینگ نظریه توطئه قوت گرفت و افراد زیادی نظریه متنوعی رو در مورد سفر انسان به ماه ارائه دادن. That they put a man on the moon? Well, I sort of believe one thing. Oh. Yeah. Which is I kind of believe that they might have done some mocked up fake photographs. Buzz, if you'd spoken to Buzz Aldrin, he might have punched you. I was going to say... Buzz Aldrin punched someone. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Please. Swear on the Bible that you walked on the moon. You're a coward and a liar and a thief. اونایی که به ساختگی بودن فرودها روی ماه اعتقاد دارن در مورد انگیزه های ناسا و دولت فدرال آمریکا 3 تا تئوری اصلی رو مطرح کردن. تئوری اول، مسابقه فضایی. دلیل اصلی مسابقه بین شوروی و آمریکا برای رسیدن به ماه جنگ سرد بود. دولت آمریکا فکر میکرد که با فرستادن انسان روی سطح ماه میتونه برنده رقابت فضایی با شوروی بشه. این کار بسیار خطرناک و پرهزینه بود، اما آمریکا هر جوری شده باید این پیروزی رو به دست می آورد، چون در غیر این صورت دیگه نمیتونست قدرت شوروی رو مهار کنه. البته از اون ورم شوروی بیکار نمی نشست. بعد از تلاشای ناکام شوروی برای سفر به ما، اثبات جعلی بودن سفرهای فضایی حامل انسان ناسا میتونست یه پیروزی بزرگی برای شوروی تلقی بشه. شوروی تا اواخر سال 1972 توانایی ردیابی فضاپیما رو نداشت، اما بعد از اینکه به این تکنولوژی دست پیدا کرد، 3 تا مأموریت آخر آپولو به طور ناگهانی لغو شدن. بعد از لغو این مأموریت‌ها، اونم بدون هیچ دلیل خاصی، این فرضیه قوت گرفت که آمریکا از ترس لو رفتن جعلی بودن سفرهای آپولو به ما مأموریت‌هاشو لغو کرده. یعنی مأموریت آپولو 17 تو سال 1972 آخرین مأموریت آپولو بود و مأموریت‌های آپولو 18، 19 و 20 لغو شدن. تئوری دوم، حجه و اعتبار ناسا. گفته میشد که ناسا برای جلوگیری از تحقیر شدن و اطمینان از بودجه داشتن فرودها رو بازسازی کرده. ناسا برای سفر به ماه حدود 30 میلیارد دلار بودجه دریافت کرد. خیلی از نظریه پردازا باور دارن که تو اون زمان امکان فرود روی ماه وجود نداشت و بیان کردن که فرود ساختگی روی ماه
برای عمل کردن به گفته کندی بود که گفته بود قبل از دهه پیش رو انسان رو به سطح ما میبریم و سالم به زمین برمیگردونیم. توی کتاب ماه تیره آپولو و افشاگران بیان شده که با توجه به تمام خطرات شناخته شده و شناخته نشده، ناسا نمیتونست تأخیر عمومی احتمال مرگ فضانورداشو که به صورت زنده داشت پخش میشد تحمل کنه. بعد از مرگ فضانورده آپولو 1، ناسا متحمل حجم عظیمی از تحقیر و مخالفت‌های سیاسی شده بود و مدیرای ارشدش توسط مجلس سنا و مجلس نمایندگان مورد بازخواست قرار گرفتن. تئوری سوم، جنگ ویتنام. برنامه فرودها روی سطح ماه به دولت ایالات متحده کمک کرد تا توجه افکار عمومی رو از جنگ ویتنام دور کنه و به طور ناگهانی همزمان با پایان دخالت آمریکا توی جنگ ویتنام تو سال 1972 برنامه‌های فرود بشر روی ماه هم پایان پیدا کرد. رایج‌ترین ایده تو نظریه توته اینه که فرود با سرنشین روی سطح ماه از اول تا آخرش یه دروغ بوده. اونا معتقدن که تکنولوژی فرستادن انسان به ماه تو اون سالها اصلا وجود نداشته و کمربند ون آلن، شرارهای خورشیدی، بادهای خورشیدی و پرتوهای کیهانی این سفر رو غیر ممکن می‌کردن. به گفته جیمز لانگوسکی، مهندس هوافضا، تئوری‌های توته به دلیل اندازه و پیچیدگیشون امکان ناپذیرن. این توته 400 هزار نفری که در ناسا کار می‌کردن، 12 نفری که پاشون به ماه رسید و 12 نفری که دور مدار ماه چرخیدن رو شامل میشد. صدها هزار نفر شامل فضانوردا، دانشمندا، مهندسا، تکنیسیانا و کارگرای ماهر باید ساکت نگه داشته میشدن. بر اساس این خیلی راحت تر بود که فرود واقعی صورت میگرفت تا انجام این کارها برای فرود تقلبی. اما حالا یه نگاهی بکنیم به تئوریایی که از پایه سفر با سرنشین به سطح ماه رو زیر سوال برده. هیچ ستاره‌ای تو عکس‌ها وجود نداره، در حالی که توی ماه آلودگی نوری نیست. فضانورده آپولو 11 تو نشست خبری هم گفتن که هیچ ستاره‌ای ندیدن. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the Sona Corolla what stars we could see. I don't remember seeing any. خب تمام فرودها با سرنشین به وقت ما توی روز انجام شده. پس ستاره‌ها توسط نور خورشید و نور باستابی سطح ماه محو شدن. چشم فضانوردا به نور خورشید و نور باستابی سطح ماه عادت کرده و نمیتونستن ستاره‌های کم نور رو ببینن. به همین ترتیب دوربین‌ها هم با همون شرایط تنظیم شدن و نمیتونستن ستاره‌ها رو تشخیص بدن. زمانی که هدف عکاسی فضانوردا، سطح ماه یا ماه نشین هستن که همشون سفید و براقن، بنابراین شاتر دوربین طوری تنظیم میشه که نور بسیار کمی بهش برسه تا بتونه از اجسام هدف عکس واضحی بگیره. و خب معلومه تو اون شرایط اجسام کمسوی مثل ستاره‌های دوردست تو اون سرعت شاتر بالا ثبت نمیشن. زمانی که ما تو یک محیط با آلودگی نوری بالا و اجسام سفید و باستابی هستیم، نمیتونیم ستاره‌ها رو خوب ببینیم. ستاره‌ها زمانی به خوبی دیده میشن که محیط تاریک باشه. فضانوردا هم زمانی میتونستن ستاره‌ها رو با چشم غیر مسلح ببینن که توی قسمت تاریک ماه باشن. البته یه دوربین فرابنفش با آپولو 16 به سطح ما برده شد که توی سایه ماه نشین از زمین و خیلی از ستاره‌ها عکس گرفت. ستاره‌هایی که توی نور مرئی کمسو بودن، توی نور فرابنفش بسیار براق و درخشان نشون داده میشدن. کیفیت عکسایی که روی سطح ماه گرفته شده خیلی بالاست. خب فضانوردای آپولو عکسای خیلی زیادی گرفتن. ناسا فقط عکسای با کیفیت رو منتشر کرده. فضانوردای آپولو از دوربین هسلبلد EL500 با لنز 70 میلیمتر و دوربین ماورر 16 میلیمتر استفاده کردن. زاویه سایه‌ها تو عکس‌ها ناسازگارن. این نشون میده از چند تا منبع نوری مصنوعی استدیویی استفاده شده. اوکی، درسته که تنها منبع نوری خورشید هستش و تو حالت عادی سایه ها باید با هم موازی باشن، اما این رو هم در نظر بگیرید که نور از اجسام به خصوص اجسام سفید منعکس میشن و این باعث میشه که سایه ها یکم عجیب به نظر برسن از نظر زاویه. یعنی ممکنه که برای جسمی در نزدیکی ماه نشین نور از بدنه ماه نشین هم به سمتش منعکس بشه و لنز دوربین هم از بین چند سایه‌ای که از چند منبع مختلف براش به وجود اومده اونی رو توی کادر ثبت کنه که از نظر سایه با جسم دورتر سایه موازی نداشته باشن. پس زمینه عکس ها یکی هستن، با اینکه عکس ها با مایل ها فاصله گرفته شدن. این نشون میده برای پس زمینه ها از کارهای گرافیکی و پس زمینه های جلی استفاده شده. اون چیزی که توی عکس ها به صورت تپه دیده میشه در واقع کوههایی هستن که کیلومترها فاصله دارن. روی زمین اون چیزی که دورتره با جزئیات کمتری دیده میشه، اما روی ماه جو و ریزگردی وجود نداره تا اجسام دورتر رو محوتر کنه. به خاطر همین اون کوه ها و تپه هایی که کیلومترها فاصله دارن توی ماه خیلی نزدیک به نظر میرسن. یه سری عکس‌ها مثل این عکس روی سنگ‌ها علامت C دیده میشه. اونطور به نظر میرسه که توسط کارکنان استودیو علامت گذاری شده.
یه چنین خطوطی بیشتر به دلیل نقص تو زمان پرینته و اونطوری که ناسا گفته تو عکسای اصلی وجود ندارن. اینا احتمال میره موی حلقه شده چیزی باشن. کی از نیل آرمسترانگ زمان قدم گذاشتن روی سطح ماه فیلم برداری کرد؟ در حالی که دومین فضانورد یعنی باز آلدرین هنوز توی ماه نشین بوده. اصلا کسی نبوده که از آرمسترانگ فیلم برداری کنه. دوربین تعبیه شده روی ماه نشین این کارو انجام داد. این دوربین روی ماه نشین تعبیه شده بود و بعد از مستقر شدن کامل ماه نشین روی ماه از محفظه خودش بیرون میاد و شروع به فیلم برداری میکنه و این باعث شد که 600 میلیون نفر روی زمین به طور زنده قدم گذاشتن انسان روی ماه رو ببینن. خب کی از نمای خارجی لحظه بلند شدن آپولو از سطح ماه فیلم برداری کرد؟ تو ماموریت‌های آپولو 15 و 16 و 17 یه خودروی ماه‌پیما مورد استفاده قرار گرفت که مجهز به دوربین فیلمبرداری کنترل از راه دور بود. صحنه بلند شدن این آپولو با دوربین خودروی ماه‌پیما فیلمبرداری شد. برای آپولوهای 11 و 12 و 14 این صحنه وجود نداره و لحظه بلند شدن ماه‌پیما فقط از داخل خود ماه‌پیما فیلمبرداری شده. تو فیلمی که از نصب پرچم آمریکا در کره ماه موجوده، نوک پرچم حرکت داره، مثل حرکت پرچم تو باد. در حالی که توی ماه اصلا هوایی وجود نداره که باعث تولید باد بشه. آره درسته، پرچم حرکت داره، اما یه پرچم معمولی نیست. ناسا برای ماموریت‌های آپولو یه پرچم سفارشی ساخت. اینطور وایستادن پرچم به خاطر وجود یه میله المانند عمودی و افقیه که پرچم رو اینطوری صاف نگه می‌داره. با وجود نبودن رطوبت روی ماه، چجوری جای پای فضانوردا هنوز هم حفظ شده؟ خب آره، خاک ماه مثل زمین رطوبت نداره و همین نبود رطوبت باعث میشه که ذرات خاک به هم بچسبن و شکل خودشون رو حفظ کنن. سطح ماه در طول روز اونقدر گرمه که فیلم دوربینا رو ذوب میکنه. فیلم دوربینا چجوری ذوب نشد؟ خب هیچ جوی تو ماه وجود نداره که گرمای سطح ماه رو به لوازم از جمله دوربین منتقل کنه و اینها توی تماس مستقیم نیستن. توی مکان خلاء فقط تابش میتونه گرما رو منتقل کنه که اونم با رنگ کردن و عایق بندی محفظه برطرف میشه. با رنگ طلایی که به ماه نشین و سایر ادوات اون مثل دوربینا زده بودن، دمای اون کنترل میشد. به دلیل قرار گرفتن فضانوردا تو معرض امواج کمربند بن آلن و امواج کهکشانی تو زمان سفرشون از زمین به ماه، امکان نداشت که جون سالم به در ببرن. خب اونطور که گفته شده فضاپیمای آپولو ته چند دقیقه از کمربند داخلی و ته یک ساعت و نیم از کمربند خارجی ون آلن عبور کرد و فضانوردا به وسیله پوسته آلومینیومی فضاپیما از امواج یونیزه محافظت می شدن و علاوه بر اون مسیر زمین تا ماه طوری انتخاب شده بود که کمترین تماس رو با کمربند ون آلن داشته باشه. حتی خود دکتر جیمز ون آلن احتمال کشنده بودن امواج رو برای فضانوردا رد کرد. اینا مهمترین مواردی بود که طرفدارای تئوری توته روش نظر دارن، اما موارد اشاره شده خیلی بیشتر از این حرفاست. بحث راجع به این نظریه ها تمومی نداره و هر موقع توضیح بیشتری راجع به این موضوعات داده میشه، باز هم برای طرفدارای تئوری توته قابل درک و باورپذیر نیست. مثال دیگه‌ای که پیش میاد مثلا گم شدن بعضی از اطلاعات مربوط به آپولو 11. اطلاعات گم شده؟ خوش خبری بهتر از این برای طرفدارای تئوری توته؟ با وجود این همه بحث‌های نظارتی، چنین چیز مهمی چجوری میتونه گم شده باشه؟ دکتر دیوید آر ویلیامز از مرکز فضایی گودارد و جن کرانز مدیر پرواز آپولو 11 هر دو اشاره کردند که نوارهای مربوط به دورسنجی آپولو 11 گم شده. تئوری پردازای توته این باور را دارند که این نوارها اصلا وجود نداشته. این نوارها شامل اصلی ترین و با کیفیت ترین ویدیوها از فرود آپولو 11 بودند و اینطور به نظر میرسه که شرکت گرومن تمام اطلاعات ماهنورد رو از بین برده، اما دلیلش واقعا مشخص نیست. حتی مرگ 12 نفر از فضانوردا و کارکنان ناسا قبل از پرواز آپولو 11 مورد مشکوک دیگه‌ای توی تئوری توطئه به حساب میاد و اینطور به نظر میرسه که ناسا به این افراد به دلیل احتمال درز اطلاعات محرمانه بدبین بود و خب یه طوری حذفشون کرد. و البته از اون سمت هم میبینیم که خود سرنشینای آپولو 11 هر سه تا سال 2012 زنده بودن. استنلی کوبریک فیلمساز متهم به ساخت صحنه‌های فیلم آپولو 11 و 12، یعنی اون فیلمایی که به صورت پخش زنده از فرود فضانوردا روی سطح ما برای تمام دنیا نشون داده میشد. این نظریه میگه که زمانی که کوبریک تو سال 1968 فیلم اودیسه 2001 رو ساخت، ناسا بهش نزدیک شد تا صحنه‌های فرود روی ماه رو کارگردانی کنه. البته پرتاب و برگشت باید واقعی میبودن، ولی فضاپیما باید تو مدار زمین میموند و توی اون زمان بندی یه فیلم تقلبی مثلا زنده از ما توی تلویزیون پخش میشد. البته شاهدی هم برای این نظریه وجود نداره. با اینکه کوبریک تو فیلمش برای صحنه‌های فضایی از کارشناسای ناسا استفاده کرد، اما تصویری که کوبریک توی فیلمش از ماه ارائه داده با تصویری که ناسا ارائه داده خیلی متفاوته. نظریه توته ادعا میکنه که رصدخانه‌ها و تلسکوپ فضایی هابل باید قادر بوده باشن که از مکان‌های فرود عکاسی کنن. عکسای گرفته شده توسط تلسکوپ هابل از آخرین آپولو یعنی آپولو 17 کیفیت خوبی ندارن.
این در حالیه که تلسکوپ هابل کیفیت لازم رو برای گرفتن عکسای دقیق از محل فرود داره. اونطور که ناسا گفته، بعدها فضاپیماها و کاوشگرهای مختلفی تو دهه اول سال 2000 میلادی عکسای با کیفیت تری رو از محل فرود ماهنشین‌های مختلف آپولو ارائه دادن. این عکسا انقدر با کیفیت بودن که توی اونا حتی جای لاستیک ماهپیماها مشخص بودن. در طول 6 ماموریت با سرنشین آپولو روی سطح ماه، تقریبا 382 کیلوگرم از سنگ و خاک ماه جمع‌آوری شد. نظر همه دانشمندا اینه که این سنگ‌ها از ماه اومدن، چون این نمونه‌های ناسا با نمونه‌های سنگ‌های زمینی و حتی شهاب سنگ‌ها هم متفاوتن. دانشمندا تو همه سنگ‌ها نشونه‌ای از کمبود هیدروژن مشاهده کردن که مربوط به شکل‌گیری در یک محیط بدون هواست. اوکی، اما تئوری توته برای این موضوع هم پیش‌فرضی داره. میگن که این سنگ‌ها اصلاً از ماه نیومده، بلکه از قطب جنوب آورده شده. سفر ورنر فون براون از مرکز پرواز فضایی مارشال به قطب جنوب برای جمع‌آوری همین سنگ‌ها بود که برای فریب مردم استفاده کنن. این تئوری‌ها و خیلی از سوالات دیگه که مثلا چرا طی 4 سال 7 سفر به ماه و 6 فرود موفق روی ماه انجام شد، اما بعد از 50 خورده سال هیچ سفری دیگه به ماه انجام نشد، سوالاتی که در ذهن خیلی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها هنوز مطرحه. و البته قضیه هم طوری پیش میره که هرچند ناسا هم توضیحات دقیق‌تری میده و شواهد عینی‌تری رو ارائه می‌کنه، باز برای طرفدارای تئوری توته سوالات بنیادی‌تری مطرح میشه. و واقعاً اگه کسی نخواد قانع بشه که انسان واقعاً به ماه رفته، با این سوالاتی که در ذهنش مطرحه نمیشه قانعش کرد. ما اینجا فقط سعی کردیم گوشه‌ای از این تئوری‌ها رو ببینیم و بی‌طرفانه راجبشون صحبت کنیم. مرسی که ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتماً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید و نظراتتون رو حتماً با ما در میون بذارید و این ویدیو رو برای دوستانتون یا کسایی که علاقمند هستن بفرستید. ما برای این ویدیوها زحمات بسیار زیادی می‌کشیم و سعیمون بر اینه که مطالب رو به جذاب‌ترین حالت ممکن به شما ارائه بدیم و توی این مسیر بسیار زیاد به حمایت شما نیاز داریم. امیدوارم همیشه امیدوار، سلامت و ثروتمند باشید.